سلام و درود، وقتتان بخیر، امیدوارم حالتان عالی، پرفکت و فوقلاده و شاد و پر انرژی باشین. خوش آمد میگم شما را به برنامه نیم ساعت مطالعه با من از انستاگرام و همچنان کانال یوتیوب ناملایف آیس. ما اینجا بهترین کتاب ها و نایابترین کتاب ها را با هم مطالعه میکنیم که یک کتاب بسیار فوق‌العاده را زیر دست داره. ما امشب قسمت ششم کتاب مجموع کتاب‌های کامیابی یا کتاب سعادت جناب رندگیج مطالعه میکنیم، صفحه 97. جناب رندگیج میگه که حالا کسایی که 5 قسمت گذشته را بودن خیلی بهتر درک میکنن، کسایی که نبودن حالا چند دقیقه وقت گوش کنن مطمئنم حساب و سیستم میان دستشان که موضوع در مورد چی است یا به اصطلاح چه خبره. رندگیج میگه بنابراین گام اول این است که روی فکرهایی که برایتان اولویت دارن کار کنید، اما چیزهای دیگری هم هست که اهمیت دارد. تا زمانی که فکرهایتان با هدفی که دارید هماهنگ نباشن، کامیابی واقعی را که حقتان است در زندگی تجربه نخواهید کرد. پس همیشه باید فکرهایتان با هدفی که دارید هماهنگ کنید. این بخش را در حال می نویسم که در یک نمایشگاه فروش اتومبیل نشستم. بوی قهوه داغ به مشامم می رسد. بیشتر افراد حاضر در این نمایشگاه در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی هستند. فکر نمی کنم هیچ کدامی از آنها متوجه باشد که چه اتفاقی مخربی در حال رخ دادن است. فکرهای بیشتر مردم فقط واکنشی است بر رویدادهایی که در دنیای اطرافشان رخ می‌دهد. آنها همراه با این فکرهای بی هدف به این طرف و آن طرف کشیده می‌شوند. براحتی حرفهای ناراحت کننده و شایعات را می‌شنوند و ناراحت می‌شوند. آنها مثل گوسفندان هستند که همراه گله این طرف و آن طرف می‌روند، بدون اینکه بدانن مقصد واقعیشان کجاست. برنامه های تلویزیونی مثل برنامه ای که هم اکنون در حال نمایش است، هم این عادتشان را تقویت می کند. آنها هدفی ندارن. آنها فکر می کنن اگر به خودشان باشن، به فکر خودشان باشن، خودخواهی کردن. و چون خودخواهی را بد می دانن، دائما سعی می کنن دیگران را خوشحال کنن. به این شکل اتفاقی که رخ می دهد این است که ناراحت باقی می مانند و همین دلیل تلاش می کنند با دیگران درگیر نشوند تا کسی از دستشان ناراحت نشود. شما باید هدفی برای خود داشته باشید و این هدف را در مرکز توجه فکرهای قرار دهید که از ذهنتان می گذرد. باید هدفتان را مهمترین وظیفه تان بدانید و همواره روی این هدف تمرکز کنید. در چنین شرایط قادر خواهید بود روی فکرتان یا فکرهایتان تسلط داشته باشید. موقعیت واقعی در زندگی به این شکل تجلی خواهد یافت. این فرایند را می توان به این شکل خلاصه کرد. 1. با داشتن هدف می توانید فکرهایتان را هدایت کنید. 2. فکرهای جدید ذهنیتتان را تغییر می دهد. 3. ذهنیتتان تعیین می کند تا چه اندازه موفق خواهید بود. اینکه چگونه در مقابل اتفاقهایی که با آنها روبرو می شوید واکنش نشان می دهید توسط ذهنیتتان شکل می گیرد. دوست دارم اتفاقی را که در این باره برای خودم، یعنی برای دوستم مت رخ داد، تعریف کنم. یک شب بعد از بازی بیسبال برای خوردن مرغ سوخاری به رستوران رفتیم. هنوز به رستوران نرسیده بودیم که مت گفت: میدانی الان چه اتفاقی میفتد؟ شرط میبند و مرغ سوخاری تمام شده است. یک بار دیگر همین اتفاق برام افتاده. همین که وارد رستوران شدم مرغ سوخاری تمام شد. اصلا نمیدانم این چه معنایی داره که همیشه مرغ سوخاری این رستوران زود تمام میشود. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ این را مت گفت. خب میدونی چه اتفاقی افتاد؟ من 3 تکه مرغ سوخاری برای خودم سفارش دادم و غذایم را گرفتم. او میخواست مرغ سوخاری فلفلی سفارش بدهد که
که فروشنده گفت مرغ سوخاری تمام شده است. مت نگاهی به من کرد و دستش را طور تکان داد که دیدی حق با من بود. می توان در این باره گفت که مت با اظهار نظر زود هنگامش این اتفاق را جذب کرد، اما این می تواند موضوع کتاب دیگری باشد. نکنه که نکته ای که می خواهم با آن توجه کنید نوع ذهنیت مت است. او فکر میکرد که اتفاقهای ناراحت کننده برایش رخ میدهد. او فکر میکرد که اتفاقهای ناراحت کننده برایش رخ میدهد و معمولا همینطور هم شد. او در طول روز چیزی حدود 300 جمله منفی به زبان می آورد. چون او را دوست دارم، خیلی وقتا وسط حرفش میپرم و میگویم خواهش میکنم صبر کن، جمله اند را تمام نکن. او مکسی میکند، کمی فکر میکند و بالاخره میگوید بسیار خوب، ولی من راست میگویم، چمدان من آخرین چمدان است که از هواپیما بیرون میاد. شگفت‌انگیز از این ذهنیت شماست که بر رویدادهای مختلف رنگ و بو میدهد. این حالت باعث میشود حوادث خاص را به زندگیتان فرا بخوانید. برخی این استعداد را دارند که پیشا پیش موفقیتهایشان را در ذهن مجسم میکنند، اما بعضی ها مثل مد همیشه منتظر بدترین اتفاق ها هستند. فکرها و انتظارات شما به نوع برخوردتان با اتفاق ها شکل میدهد. همین مسئله روی واکنشتان تأثیر میگذارد. همین تصمیم های کوچیکی که به نظرتان اهمیتی ندارد میتوانند فردایتان را بسازند. اگر فکر میکنید همیشه پولدارها پولدارتر میشوند و برای پولدار شدن باید از اول سرمایه زیادی داشته باشید، به احتمال زیاد هرگز نمیتوانید برای فرار از فقر کار انجام بدهید. دوست دارید ثروتمند باشید، اما در ذهن ناخودآگاهتان دائما به خود میگویید که به جایی نخواهید رسید. اگر ذهنتان طوری است که فکر میکنید اتفاقای خوب همیشه برای دیگران رخ میدهد، دیگر انتظار پیش آمدن آنها را در زندگی نخواهید داشت. و هنگامی هم که اتفاق خوبی در زندگیتان رخ میدهد متوجهش نخواهید شد، چون انتظارش را نمیکشید. وقت دیگران دوست دارند برایتان کار انجام بدهند نمیپذیرید. این کار میتواند کمک ساده ای از طرف کسی باشد، یا حتی ابراز محبت از طرف کسی که دوستتان دارد. احتمال دارد فرصت سرمایه گذاری خوب را از دست بدهید، یا شغل را که میتواند پولدارتان کند قبول نکنید. به سلامتیتان اهمیت ندهید و حتی کسی را که میتواند بهترین شریک زندگیتان باشد از خودتان برنجانید. البته عکس این مسئله هم صادق است. برای مثال، آیا باور دارید که برخی خود سبب به وجود آمدن غده های سرطانی، تصادف های وحشتناک و بدبختی های دیگر در زندگی می شوند؟ تلقین به خود در ذهن ناخودآگاه موجب این اتفاق می شود. وقتی فرصت شغلی پرسودی به شما پیشنهاد می شود، آن را قبول می کنید و هنگامی که فرصت انجام کار جسورانه را به دست می آورید، طوری که باید عمل می کنید. درست؟ اجازه بدهید به این مسئله بیشتر دقت کنیم. آیا باور دارید که خودتان رویدادهای ناخوشایند را به زندگی فرا می خوانید؟ یا فکر میکنید که این رویدادها به علت سرنوشت و شانس و شرایط بیرونی رخ میدهند؟ شاید این مهمترین سوال است که در زندگی از خود میپرسید. دوباره این سوال را تکرار کنم. آیا باور دارید که خودتان رویدادهای ناخوشایند را به زندگی فرا میخوانید؟ یا فکر میکنید که این رویدادها به علت سرنوشت و شانس و شرایط بیرونی رخ میدهند؟ شاید این مهمترین سوال است که در زندگی از خودتان میپرسید. پاسخ به این سوال روشن میکند که میخواهید سرنوشتتان را خودتان به دست بگیرید
یا زندگی را در ناامیدی و درگیری با مشکلات سپری کنید و اجازه بدهید رویدادهای مختلف زندگی واکنش‌هایتان را شکل بدهد. دوست ندارم فکر کنید که من باور دارم شما آگاهانه خواهان یک غده سرطانی، تصادف ناراحت کننده یا اتفاقهای بد در زندگیتان هستید. چنین چیزی به هیچ وجه آگاهانه نیست، اما باور دارم که ما خودمان رویدادهای ناخوشایند را به زندگیمان فرا می‌خوانیم. این ما هستیم که با قدرت فکر موقعیت‌های مختلف را در اطرافمان به وجود می‌آوریم. خیلی ها چنین احساس ندارن. شک نیست که باور داشتن به سرنوشت، شانس و تقدیر کار ما را ساده می‌کند. وقتی بتوانیم بدبختی‌هایمان را گردن هستی، شرایط بد اقتصادی یا همسر سابقمان بیاندازیم، تحمل آنها برایمان راحت‌تر خواهد بود. اینطور نیست؟ واقعیت مهمی که در این میان نادیده گرفته می‌شود این است که نیروی فکر ما و نوع ذهنیتمان بر شرایط پیرامون، هویت و سرنوشتمان اثر می‌گذارد. نمیگویم که خودمان خواسته ایم عزیزمان را از دست بدهیم یا دچار اتفاقهای ناراحت کننده شویم، اما میتوانیم قبول کنیم که ارزش ما بیشتر از آن است که نقش قربانی را در زندگی بپذیریم. روح شما چیزهایی را از جنس خود جذب میکند. اینها چیزهایی است که دوستشان دارید یا از آنها میترسید. میتوانید بلندترین قله های کامیابی را فتح کنید یا در مرداب اتفاقهای ناخوشایند و بدبختی ها فرو بروید. حالا وقت آن رسیده که به سوال آخر پاسخ بدهید. آیا باور دارید که روحتان چیزهایی را به سوی خود فرا می خواند که آنها را در خود پنهان و سرکوب کرده اید؟ اتفاقهایی که از رخ دادنشان خوشحال می شوید یا از آنها هراس دارید؟ یا هم گمان میکنید که من فرد خودخواه، مغرور، خوششانس و ثروتمند هستم که یادم رفته از کجا آمدم و شرایط سخت را که شما بیگناه گرفتار شده اید از یاد بردم؟ درباره اتفاق خوشایندی که به تازگی برایتان رخ داده، مثل اخراج از کار، تصادف، بیماری یا ترکیدن لوله های آب دستشویی، تا چی اندازه مسئول بوده اید؟ پذیرش مسئولیت از طرف شما تا اندازه زیاد نشاندهنده ذهنتتان است و اینکه چگونه ممکن است به شکل ناخودآگاه اتفاقهای ناراحت کننده را به سوی خود جذب کنید. شاید شما هم قبول کرده اید که خودتان مسئول خیلی از این اتفاقهای ناگوار هستید و فکرهایتان شکل دهنده شخصیتتان در زندگی است. اما احتمالاً چیز شبیه به این جمله من اضافه کنید که ولی رندی قبول کن که درباره فلان 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 جای خالی را خودتان فکر کنید. قبول کن که اینجا مثلا ترکیه است. قبول کن که مردمای اینجا افغانستان اینطوریست. قبول کنید که ایران اینطوریست. مثال، همچون مثالا. من اصلا تقصیری نداشتم، شاید بگوین در آخرشم. شرایط ما، دولت ما، مردم ما، فلان ما، فلان ما. من نمیگویم شما خواسته اید دچار بیماری شوید، عزیزانتان را از دست بدهید یا ورشکسته شوید. اگر همچنین چیزی بگویم شما قبول نخواهید کرد. اما درباره خودم میدانم که دوست نداشتم در 15 سالگی به زندان بیفتم، اما در نتیجه کارهایی که کرده بودم به زندان رفتم. نمیخواستم مریض، فقیر و احمق باشم، اما به دلیل افکاری که در ذهن داشتم دچار همه اینها بودم. دوست نداشتم ماموران مالیات رستورانم را مصادره کنند، اما این هم نتیجه کارهایی بود که خودم انجام داده بودم. حتی نمیخواستم الکلی باشم، اما این مسئله هم نتیجه ذهنیت و تصمیمهای خودم بود. همین اندازه میدانم که وقت طرز فکرم را عوض کردم، زندگیم هم عوض شد. دوست دارم سوالم را به شکل دیگری بپرسم. آخرین باری که اتفاق خوشحال کننده
مثل پیدا کردن شریک زندگیتان، مثل تولد فرزندتان، مثل پیشرفت شغلیتان، مثل رسیدن به سود زیاد در یک سرمایه گذاری یا هرچی. چه زمان در زندگیتان رخ داد؟ تا چی اندازه خودتان را مسئول آن می دانستید؟ به این دلیل این سوال را می پرسم. اگر گمان می کنید که همه پیش آمدهای خوب نتیجه شانس یا سرنوشت است، خیلی از نعمتهای زندگی را از دست خواهید داد. اجازه بدهید موضوع را کمی بازتر کنم و شاید این داستان بر روشن شدن موضوع کمک کند. داستان را گوش کنید. کشاورز در مزرعه‌اش مشغول رسیدگی به محصولات خود بود. رهگذر یکی از نزدیک آن مزرعه میگذشت و کشاورز گفت: چقدر خوشبخت است که خداوند این مزرعه زیبا را به او عطا کرده است. کشاورز در پاسخ گفت که او خودش زمین را شخم زده و سنگها را از دل خاک بیرون آورده، اما رهگذر دوباره با تاکان دادن سر لطفی ویژه خداوند به کشاورز را گشاد کرد. مدت به همین شکل کشاورز از پیشرفت‌ها و تلاش‌هایش می‌گفت و مرد رهگذر نیز روی لطف خداوند به کشاورز اصرار می‌کرد. بالاخره کشاورز که از قانع کردن رهگذر ناامید شده بود گفت: ای کاش وقتی که خداوند این مزرعه را به من داد آن را می‌دیدی. درس مهم درباره کامیابی در این داستان وجود دارد. اگر به خداوند باور دارید خوش به حالتان، اما توان و مسئولیت خودتان را نادیده نگیرید. خداوند فقط از طریق شما میتواند برایتان کار انجام بدهد. خودش که نمیه با دستش کار برتان انجام بده، از طریق شما یک کار برتان انجام میده. شما اختیار دارید، شما این قدرت را دارید که بتوانید هر چی را که در خیالتان تجسم میکنید به زندگیتان فرا بخوانید. کویکرها میگوین: وقتی که دعا میکنم لازم است تلاش هم بکنی. وقتی که دعا میکنی لازم است تلاش هم بکنی. در کنارش: خداوند به من قدرت و استعداد داد تا بتوانم سافت بال بازی کنم. از این بازی لذت میبرم و میدانم که اگر بخواهم بازیکن خوبی باشم باید زیاد تمرین کنم، تکنیک های بازی را یاد بگیرم و بدنم را آماده کنم. پس این کار را شروع کردم. خداوند استعداد فوق‌العاده‌ای به پاواراتی داده است، اما می دانید او برای پرورش و رشد این استعداد چقدر تلاش کرده است؟ به همین اندازه که مهم است مسئولیت رویدادهای ناخوشایند زندگی را بپذیرید، پذیرفتن مسئولیت رویدادهای مثبت هم اهمیتی دارد. اگر نقش خود را در رویدادهای خوشایند نادیده بگیرید، ذهنتان آمادگی خلق رویدادهای مثبت بعدی را نخواهد داشت. درباره این موضوع خوب فکر کنید و سهمتان را در هر رویدادی زندگی بپذیرید. همانطوری که قبلا هم به این موضوع اشاره کردم، نه من، نه شما و نه هیچ کسی دیگر دوست ندارد عزیزانش را از دست بدهد یا هم دچار گرفتاری سخت شود. من نمیخواستم معاشران ناباب را دور خودم جمع کنم، اساسیم را در خیابان بریزم، هنگامی دزدی دستگیر شوم، معتاد شوم، به زندان برم یا بیمار شوم. اما اطمینان دارم که ذهنیتم در آن دوران این اتفاقها را به زندگیم فرا خواند. 30 سال تمام گرفتار الگوی قربانی بودم. هر روز به دنبال دلایل تازه بودم تا برای خودم ثابت کنم آدم بدشانس و بدبختی هستم و راه گریزی از این بیچارگی ندارم. اما تمام آن فکرها بیهوده بودن. احساس گناه می کردم. اعتماد به نفسم ضعیف شده بود و احساس می کردم که ارزش ندارم. بجای آن که قبول کنم در فقر و سادگی انسان معنوی هستم، بیوقفه برای آن که احساس ارزشمند بودن کنم در اطرافم فضای ناراحت کننده و غمگین به وجود می آوردم. خدا را شکر که دیگر مجبور نیستم چنین کاری بکنم. شما چگونه فکر می کنید؟ ذهنیت شما برای رسیدن به کامیابی چگونه است؟ شما موجودی هستید با فکر آزاد، تفکر نقادانه و عشق.
شما حاکم افکار خودتان هستید. کلید ذهنتان در دستهای خودتان است. شما صاحب خلاقیتی هستید که میتوانید هر چی میخواهید را از آن خود کنید. میتوانید تا بلندای بزرگترین آرزوها و اهدافتان پیش بروید یا در مرداب خواسته های کوچیک و آلوده خود گرفتار شوید. درباره پاسخ مهمترین سوال زندگیتان فکر کنید تا در ادامه دریابیم چگونه می توانید ذهنیت بهتری برای خودتان به وجود آورید. بخش سوم این کتاب در مورد تغییر ذهنیت صحبت می کنه. چه کتاب زیباست، خیلی فوق‌العاده است. بعضی از جملاتش باید بارها و بارها گوش داده شود، بارها و بارها خوانده شود. گوش کنین، تغییر ذهنیت. فهمیدین که اگر ذهنیت تغییر کنه همه چیز در زندگیتان عوض میشه. اگر دوست دارین ذهنیتان تغییر بدین تا همه زندگیتان طوری که میخواین باشه، تا همه زندگیتان طوری که دوست دارین باشه، گوش کنین. ذهن موفق تصادفی به وجود نمی آید، بلکه حاصل پرورش تدریجی و دائمی است. دیشب تلفنی با یکی از دوستانم در تگزاس صحبت میکردم به صورت تلفنی. او درباره یکی از دوستان مشترکمون گفت تو خیلی روی او اثر گذاشته ای، چرا فکر میکنی او دوباره خرابکاری میکنه؟ جواب دادم میدانی او فقط در 3 یا 4 دوره آموزشی من شرکت کرده، اما در دوره گذشتن از موانع شخصی شرکت نکرده است. او کلن 5 تا 6 ساعت در سال با من بوده و در هزاران ساعت دیگر سال ذهنش دائما در حال برنامه ریزی های برخلاف آنچه در این دوره ها آموخته بوده یعنی در گرزو بوده و همین دلیل شانس زیادی ندارد. این باعث تأسف است. دوستی که درباره اش حرف می زدیم 10 سال است برای موفقیت در حرفه های مختلف تلاش می کند. او پشتکار زیادی دارد و دلش پاک است و حتی آزارش به یک مورچه هم نمی رسد. با همه اینها در 10 سال گذشته 4 بار شاهد شکست او بودم. آخرین شکست او همین چند هفته پیش بود. فکر میکنید چرا اینقدر شکست میخورد؟ 2 دلیل به ذهنم می آید که اتفاقا هر 2 موضوع بحثمون در ارتباط است. ببین، هر 2 دلیل به ذهنیت مربوط می به ذهنت به ذهنیت مربوط می شود و شامل تغییرات است که باید برای رسیدن از جایگاه قربانی به مقام برنده در ذهن ایجاد کرد. مشکل اول دوستم این است که بر اساس قوانین کامیابی زندگی نمی کند. یک از قوانین مهم کامیابی که او همواران را نادیده می گیرد این است که ارزش ها باید با هم مبادله شوند. و یه بار دیگر می توانم بگویم که پنیر مجانی را فقط می توان در تله موش پیدا کرد. ذهنیت او مثل بسیاری از مردم دائما به دنبال حقی است که نسبت به دیگران دارد. او خودش را می بیند که در حال تلاش و کوشش است، در حالی که دیگران اینطور نیستند و به همین دلیل فکر می کند که دیگران باید برای او نقش نردبانی ترقی را بازی کنند. و همین دلیل در روابط کاری به دنبال کسانی می رود که از او ثروتمندترند. شاید فکر کنید چنین حالتی ممکن است به ثروتمند شدن 2 طرف بیانجامد، اما همیشه به ورشکستگی او می انجامد. درآمدهای او معمولا خرج هزینه هایش می شود و چیزی برای کسی باقی نمی ماند. جالب این است که او هیچ کدام از این کارها را با نیت بد یا گمراه کردن دیگران انجام نمی دهد. و حتی آگاهانه این کار را نمی کند. و همیشه شکست می خورد و دیگران را با داستانهای غم‌انگیزش سرگرم می کند. دیگران هم به چشمهای درشت و قهوه‌ایش نگاه می کنند و به او پیشنهاد می دهند سودشان را به او تقسیم کنند. یا دست کم این کار بود که من برایش کردم. می دانستم اگر این بار هم به او کمک کنم، او برای آن که پاسخ مناسبی به اعتمادم بدهد در کارش تلاش بیشتر خواهد کرد. این درس برایم ضرر 25,000 دلاری داشت. درسی که لازم نیست دوباره تکرار شود. اما در حال حاضر مسئله من نیستم.
مسئله این است که او چگونه می تواند موفقیت ها را به شکست تبدیل کند؟ پاسخ به این سوال به دلیل دوم مربوط می شود. مانع راه خود شدن. بی تردید او این مشکل را به این صورت نمی بیند، بلکه دلیل آن را زنجیری پایان ناپذیر از عوامل بیرونی می داند. او دائما شرکای کاریش را سرزنش می کند، اوضاع اقتصادی را مقصر می داند و به طور کلی دلیل در عوامل بیرونی جستجو می کند. او باور دارد که به دنبال کامیابی است و حتی به ذهنش خطور هم نمی کند که خودش مانعی سر راهش ایجاد کرده است و هم مثل خیلی ها هر چیزی درباره خودش را بر اساس شواهد ذهن خودآگاهش بررسی می کند. چه اشتباه بزرگی! هر روز میلیون ها نفر از مردم موانعی مختلف سر راه خودشان ایجاد می کنند و بیشتر آنها حتی روحشان هم از این مسئله خبر ندارد. ذهن خودآگاه منطقی آنها میگوید که میخوان سالم، شاد و موفق باشند. چه کسی میخواهد این گونه نباشد واقعا؟ اما چرا این همه از مردم بیمار، افسرده و فقیر هستند؟ چون در ذهن ناخودآگاهشان خود را ارزشمند نمیدانند. شاید وقت کودک 8 ساله بودن جایی با آنها گفته شده که موجود بی ارزشی هستند. شاید هنگامی که 10 ساله بودن پدر و مادرشان از هم جدا شدن و آنها خودشان را مقصر می دانن. یا شاید پدرشان در کارگاه کوچیکی روزانه 10 ساعت تقلا می کرده و حالا آنها از این که می توانند درآمد بیشتر از پدرشان داشته باشند احساس گناه می کنند. آنها هر روز زمان زیاد را صرف تماشای تلویزیون می کنند، طوری که می توانید حدس بزنید هنگامی که 10 ساله بودن ذهنشان کلن با برنامه های تلویزیونی شستشو داده شده است. آنها یاد گرفتند که ثروتمندان مردم دروغگو، فریبکار و خودنما هستند. انسانهای فقیر مردمی با شرافت و زحمتکشند و فقر چیزی است که باعث بزرگواری، شایستگی و معنویت می شود. می توان با دلایل زیاد ثابت کرد که ذهن آنها به احتمال زیاد برای فقیر ماندن برنامه ریزی شده است. برای شما هم هزاران دلیل وجود دارد. ممکن است شما هم مثل دوستی که داستانش را گفتم در چند دوره آموزشی مثل دوره های من شرکت کرده باشید یا چند کتاب در این مورد خوانده باشید و برای رسیدن به نتایج مثبت هدف های انتخاب کرده باشید. اما می دانید چند هزار برنامه ریزی منفی در ذهنتان وجود دارد؟ آیا واقعا به کتابهایی که میخوانید دقت میکنید؟ آیا تمرکز روی اخبار را کنار گذاشته اید؟ آیا توانسته اید 90% برنامه های تلویزیون را فراموش کنید؟ آیا گوش دادن به رادیو را از زندگیتان حذف کرده اید؟ آیا می توانید مکالمات را که شما را به غیبت و منفی بافی تشویق می کند متوقف کنید؟ آیا دوستان را که نقش منفی در زندگیتان دارند شناسایی کرده اید و معاشرت با آنها را ترک کرده اید؟ اگر پاسختان به همه پرسش های بالا مثبت نباشد، باید نگران برنامه ریزی ذهنی باشید که شما را برای فقر و بیچارگی تشویق می کند. و اگر پاسختان به همه پرسش های بالا مثبت باشد، فقط 50 بار در روز در معرض برنامه ریزی ذهنی برای فقر قرار می گیرید. در هر صورت برای تغییر دادن این برنامه ذهنی چه می کنید؟ این نکته مهمتر از چیزی است که گمان می کنید. همین برنامه ریزی روزانه و ناخودآگاه است که ذهنیتتان را شکل می دهد و این ذهنیت تعیین کننده میزان کامیابی در فعالیت هایتان است. فرض کنید به شما شغل جدید پیشنهاد می شود. می توانید با این پیشنهاد به روش های گوناگون برخورد کنید که هر یک از این واکنش ها به ذهنیتتان بستگی دارد. ممکن است آرزوی ثروت چنان جذبتان کند که بدون تحقیق کافی کار را شروع کنید، سپس شکست بخورید و پول زیاد را از دست بدهید،
این اتفاق هر روز برای خیلی ها رخ می دهد. یا شاید متوجه می شوید که هر کار را شروع می کنید قبل از شما کسی آن را شروع کرده است. فکر می کنید از ما بهترن. همه کارهای درآمدزا را در اختیار دارن و به این شکل فرصت خرید سهام شرکت مایکروسافت را وقتی که هر سهم فقط $10 بود از دست می دهید. حالت سیوم این است که فردا شب ادامه را در قسمت هفتم برنامه هر شب نیم ساعت مطالعه ادامه کتاب مجمع کتاب‌های کامیابی از جناب رندگیج یا هم کتاب سعادت را با هم مطالعه خواهیم کرد. ممنون از اینکه بودین و هستین. صفحه 112 را از فردا شب ادامه میتیم و کتاب بسیار 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 فوق‌العاده است. اگر دقت کنین و توجه بکنین و درک خوب از این کتاب ببرین و در زندگیتان پیاده بکنین، مطمئنن همین کتاب کافی است برای به دست آوردن هر موفقیت و هر سعادت و خوشبختی در زندگیتان. خدا نگهدار، موفق و سرفراز باشین.